بسم الله الرحمن الرحيم. دکتر صیبه عزیز، السلام علیکم و رحمت الله. استاد زبی حارس هستم. امروز درباره انستیزی میخوایم براتون معلومات فشرده داشته باشم. اینکه انستیزی چی هست، تعریفش چی هست، در این سمستر شما در انستیزی کدام موضوعات را میخوانید، خواهم بحثی داشته باشیم درباره انستیزی. خدا کند که شما و فامیل محترمتان از مرض مهلک کرونا در امان باشین و روز شود که دوباره پس به صنفا برگردیم و درس ها را به شکل حضوری اثر داشته باشیم. دکتر صیبه عزیز، انستیزی یک علم وسیع و تقریبا یک علم نو هست که نو 100 سال میشه که خیلی زیاد رشد کرده و یکی از چلنج هایی که در طبابت قدیم یا طبابت یونانی ها یا مصریان قدیم بود اینمی انستیزی بود. انستیزی دکتر صیبه محترم از دو کلمه یونانی گرفته شده هست. یکیش دکتر صیبان عزیز به نام ان به معنای without، یعنی از دو کلمه گرفته شده. یکیش اگر ما انستیزیا رو نوشته کنیم، دکتر صیبای عزیز، انستیزیا از دو کلمه گرفته شده هست. یک ان به معنای without یا بدون و استیزیا به معنای sensation، یعنی نبودن احساس، حیثیت، احساس نه، حیثیت. انستیزیا یا انستیزی از دو کلمه یونانی گریک مشتق شده است که ان به معنای without یا بدون و استیزیا به معنای حیثیت، یعنی نبودن حیثیت. بار اول دکتر صیبه محترم این کلمه در قبل میلاد وقتی که فیلسوف یونانی دیوکاردس بار اول ترم انستیزیا را به کار برد، او دکتر صیبه محترم نباتی به نام موندگیرا که تأثیرات نارکوتیک لایک افکت داشت، یعنی تأثیرات مانند تریاک. شما میفهمین تریاک سینس دپرسانت است، وقتی گرفته شده آدم خوابالو داره میشه. بعدا دکتر صیبه محترم در انسیکلوپیدیای برطانوی و در دکشنری اتمولوژیکل انگلیسی این به معنای defect of sensation ترجمه شد، یعنی نقیصه در حیثیت. ولی در انسیکلوپیدیای برطانوی کلمه انستیزیا دکتر صیبه محترم به نام privation of sense یا نبودن حس ترجمه شد. دکتر صیبه محترم تعریف جامعه انستیزی هست که انستیزی عبارت از یک حالت موقتی، یعنی یک temporary state with one or more of the following characteristics، یعنی انستیزی عبارت از یک حالت موقتی، temporary موقتی و قابل رجعت، reversible. ایش مهم است. Anesthesia is a temporary and reversible state. یک حالت موقتی و قابل ارجاع است که یکی از خواص زیاد را داشته باشه. اول analgesia. Analgesia یعنی نداشتن درد. And به معنای without در اینجا هم یه از دو کلمه گرفته شده است. Analgesia هم از دو کلمه گرفته شده است. And به معنای without، algesia به معنای درد. الجیزیا به معنای درد. پس انالجیزیا دکتر صیبه محترم نبودن درد. دوم پارالایزیس یا استرخای وسیع عضلات. سوم امنیزیا یا از دست دادن میموری، حافظه و انکانشیسنس، از دست دادن شعور. پس آسان‌ترین تعریف انستیزی هست که انستیزی عبارت از یک حالت موقتی و قابل ارجاع، موقتی و قابل ارجاع زیای شعور، از دست دادن حیثیت درد
پارالایزیس یا استرخای عضلات و نبودن حافظه در جریان عملیات، یعنی کدام پروسیجر که در جریان عملیات بالا چجام میشه و باید در حافظیش نباشه. عبارت از انستیزیس به شرطی که وظایف اعضای حیاتی مختل نکرده. باز تکرار میکنم، انستیزی عبارت از یک حالت موقتی و قابل ارجاع هست که یکی از حالات زیر داشته باشد. زیای شور از دست دادن حسیت درد، استرخای عضلی و یاد فراموشی، به شرطی که وظایف اعضای حیاتی مختل نشه. دکتر صیبای عزیز چند اصطلاح عمدی که در انستیزی به کار گرفته میشه. یک انستیتیک، موادی که باعث انستیزیا میشه به نام انستیتیک یاد میشه. انستیزاید یا انستیزید، شخصی که انستیزی میگیره یا مریضی که تحت انستیزی میره. و انستیزیولوژیست یا انستیتیست، شخصی که انستیزی را، عمل انستیزی را اجرا میکنه. فیزیشن و پرفارم انستیزیا. طبیبی که انستیزی میته به نام انستیزیولوژیست یا انستیزیولوژ یاد میکنه. دیگر اصطلاح که هست نارکوزیس، خوابی که توسط دواها به وجود میاد. درگ، مواد کیمیاوی و انستیتیک. یا آسان‌ترین تعریفش اینمی هست، خوابی که توسط دواها، چی او دواهای انستیتیک باشه یا چی دیگر مواد کیمیایی، به نام نارکوزیس یاد میشه. به نام نارکوزیس. دکتر صیبای محترم، تاریخچه انستیزی خیلی تشریحی در کتابتان دچترتان هم تشریحی است. من شارت تشریح میکنم. تاریخچه انستیزی به دو مرحله تقسیم میشه. یک، تاریخچه انستیزی قبل از ایتر هست، یعنی از مرحله که ایتر کشف نشده بود، قبل از ایتر. دوم، تاریخچه انستیزی هست دکتر صیبای محترم بعد از ایتر، وقتی که ایتر کشف شد. انستیزی تاریخچهش به دو حالت برمیگردد، انستیزی قبل از ایتر و انستیزی بعد از ایتر. انستیزی، تاریخچه انستیزی بیفور ایتر یا قبل از ایتر، دکتر صیبای محترم، اوراقی که توسط ادوین سمیت سرجیکل داکومنت یا اوراق بعضی سرجری ها که تقریبا تاریخچه از او به 2500 تا 3000 سال بیفور کریست یا قبل از میلاد میرسه، در او اوراقی که جرایی کشف شد 48 کیز سرجری در این اوراق ثبت شده بود. اما این که آنها چگونه انستیزی را اجرا کرده بود زیاد در او واضح نساخته بودند. اما دکتر صیبای محترم، انست سیویلایزیشن، یونانی های قدیم و مصریان قدیم از چندین بوته به خاطر آرام کردن درد مریض در جریان عملیات استفاده میکرد. یکیش اوپیم پوپا یا تریاک بود. دومش کوکا لیو یا برگ های کوکا، بعد از کوکاین ساخته میشه. دیگر دکتر صیبای محترم، الکل یا خود شراب، بعضی وقت لیبیتومی میکردن تا حد خون را از مریض میکشید که مریض به انکانشیس میرفت و بعدا دکتر عمل جراحی را اجرا میکرد. در بعضی کتاب ها نوشته کرد دکتر صیبای محترم که مریضی که تحت پروسیجر عملیاتی میرفت توسط چندین نفر محکم گرفته میشد، بعد سرجن سرجری اجرا میکرد. جالبترین گپیشی است که اوپیم یا اوپیم پوپا یا استریاک دکتر صیبای محترم که توسط انسین اجیب یا توسط مصریان قدیم استفاده میشد تا حال استفاده میشه. شما میفهمین مورفین که یک انالجزیک قوی است و دیگر زیاد دواها، مثلا ترامادول، مثلا فنتازوسین، زیادی از دواها استریاک امروزه هم استفاده میشه. و دوم، آنها یک بوته دیگر را به نام هایوسایموس استفاده میکرد که امروزه از او هایوسایمین و سکوپولامین دو دوای دیگر ساخته میشه. یعنی استیل ای دو دوا دکتر صیبای محترم امروزه که آنها در او وقت از بوته هایش استفاده میکرد، امروز تفاوت پیشرفته هم از امی بوته ها
این دو دواها را می سازه. دکتر صاحبای محترم در او وقت نفهمیدن آناتومی یا نفهمیدن سرجیکال اسیپسی یا نفهمیدن تکنیک جراحی کدام مشکل کلان نبود. مشکل کلان نبودن یک تکنیک درست انستیزی بود. بعضی وقت دکتر صاحبای محترم ریجنال انستیزیا یا انستیزیا ناحیوی را طوری به وجود می آورد که بالای نرو فشار می آورد تا جریان خون بری از او قطع می شد و به اسکیمیا معروض می شد. باز حیثیت چون درد در وقت انتقال نمی آفت بناهن از این استفاده می کرد. بعضی وقت دکتر صاحبای محترم تیکه های یخ را در یک جای اپلای می کردن که این را به نام کاریو انالجیزی یاد می کنن. انستیزی بعد از ایتر دکتر صاحبای محترم برمیگرده به این که بار اول توسط وارلوس کاردوس که یک بوتانیست یا بوتاشناست پروشن بود بار اول در سال 1540 از تعامل کیمیاوی خیلی ساده سلفوریک اسید را به ایتایل الکل یک جای کرد، یعنی تیزاب گوگرد را به ایتایل الکل یک جای کرد و بالاخره ایتر را ساخت که شما در کیمیای عضوی خواندید. ایتر تا سالهای 1846 مورد استفاده قرار نگرفت تا که دکتر صاحبای محترم در سال 1846 بار اول توسط ویلیام توماس گرین مارتون که یک عالم امریکایی بود در شهر بوستون بار اول دکتر صاحبای محترم انستیتر به حیث مادی بیهوش کننده استفاده شد و برای یک مریضی تطبیق شد که در ناحیه گردن کتله داشت و این شخص که ویلیام توماس گرین مارتن هست توانست که ایتر را به حیث ماده انستیتیک تطبیق کند. پس تاریخچه انستیزی مدرن بعد از سال 1846 شروع شده و بار اول انستیزی که برآمد انستیزی انشاقی بود، inhaled anesthetic بود، انستیزی انشاقی. تا حال دکتر صاحبای محترم بالای امو سنگ قبر این عالم این جمله حک شده که be for whom in all time surgery was agony. be قبل از تو میگه عمل جراحی یک چیز بیش از اجرت نبود. این هم انهیلر مارتن هست که بعد انهیلر هم برش ساخت که دایی مثلا دیتر هم انداخت و برای مریض تطبیق میکرد. پس دکتر صاحبای محترم انستیتیک جدید بعدها کشف شده. مثلا سیمسن یک عالم اسکاتلندی بود، او که بود یک دکتر نسای ولادی بود، بار اول دکتر صاحبای محترم نایتریس اکساید را برای یک مریض به خاطر آرام کردن درد ولادت تطبیق کرد. بعدا هالوتان در سال 1956 برآمد، میتایل اوگزیفلوران در سال 1960 و بالاخره ایزوفلوران را که صاحبای محترم در سال 1970. لوکال یا ریجنال انستیزی که شما معمولا دکتر صاحبای دندان را استفاده میکنید، این دکتر صاحبای محترم کردیت عزیز برمیگرده با کارل کولر یک اپتالمولوژیست یا دکتر چشم بود. بار اول در سال 1884 توانست دکتر صاحبای محترم که کوکائین را به حیث یک ماده انستیتیک موضوعی تطبیق کنند، کوکائین. و بعد از این دکتر صاحبای محترم در سال 1947 ببینید خیلی ریسنتلی لیدوکائین برآمد، تتراکائین و لیدوکائین بعدن باز کشف کردید. و کوکائین بار اول توسط خود برتن گفت توسط مصری ها هم استفاده میشد، طوری که برگ های نبات کوکا را در دهن خود مینداختن، بعدن میجویدن در زخم تف میکردن و سوچر میزدن. اما بار اول کوکائین توسط کارل کولر که یک دکتر چشم بود به طبابت معرفی شد.
انستیزی عمومی یا انتراوینس انستیزی یا انستیزی وریدی تا سال 1855 نبود، به خاطر که نیدن نبود، تا که الکساندر وود در سال 1855 نیدل کشف کرد. بعد از او دکتر سیبای محترم اولین انستیتیک آیوی تیوپینتال بود که شما در فارماکولوژی خواندین. تیوپینتال از خاندان باربیتوریک اسید، یک دوای انزلایتیک ان هیپنوتیک درگ است. باربیتورات بار اول دکتر سیبای محترم از خاندان ازی تیوپینتال در سال 1934 تطبیق شد در یونیورسیتی آف ویسکنسن امریکا. در سال 1960 کتامین برآمد. در بالاخره موست ریسنتلی که یک ماده جدید برآمد به نام پروفوفول که نسبتا عوارض جانبیش با هم کمتر است، اما ایتونیست که کتامین امروز استفاده میشه، این هم در افغانستان زیاد استفاده دارد. این بود خلاص تاریخچه انستیزی. خلاصش انمیست که اول انستیزی انشاقی برآمده، بعد انستیزی ریجنال یا ناحیوی، بعدا تا که الکساندر وود توانست نیدل بسازه، سوزن بسازه، و در 1934 بالاخره تیوپینتال به حیث ماده انستیتیک آیوی تطبیق شد. انستیزی دکتر سیبای محترم ده قانون طلایی داره که شارکت یا آسانترین طریقی یاد گرفتنش نمیست که ما خود کلمه انستیزی را تجزیه کنیم و از حرف اول هر کدامش ما بگیریم، مثلا A-N-E-S-T-H-E-S-A-I انستیزیا. ده قانون طلایی انستیزی است که در هر عملیات خانه شما برین این ده قانون طلایی انستیزی حک شده. ایش که هست Assessment and Preparation of Patient، اماده کردن و ارزیابی مریض از بخاطر عملیات. نل پر اورال یا مریضی که انستیزی میگیره، خصوصا انستیزی عمومی، باید NPO باشه، از طریق دهن چیزی رو نگیره. دوم، دکتر سیبای محترم کدام دواها و وسایلی که در انستیزی به کار گرفته میشه باید چک شوه. سومش، دکتر سیب سکشن ماشین باید دیده شوه که کار میکنه نمیکنه. پنجم، دکتر سیب تیپینگ تیبل یا مو تیبل سرجری باید موجود باشه، یک تیبل متحرک است که پوزیشن هایش تغییر میخوره. ایچش هاف اوین اوپن، یعنی ما یک قانون طلایی انستیزی است که باید همیشه کسی که انستیزی عمومی میگیره باید آی وی لاینش باز باشه، کانول برش تطبیق شده باشه. و بالاخره هفتمش که است، شخصی که انستیزی عمومی میگیره باید وایتال ساینش چک شوه. کسی که انستیزی میده، یک شخص دیگر انستیزیولوژ معاونش، یک شخص دیگر برای خاطر کمک موجود باشه. مریضی که انستیزی عمومی میگیره، چون انستیزی عمومی درگ اندیوز کوماست یا کومای ناشی از دواهاست، و در اوجه برتان گفتم که استرخای عضلی به وجود میاد، خصوصا عضلات تنفسی هم دکتر سیبای محترم در این نوع انستیزی فلج میشه و مریض نمیتونه که به آسانی تنفس بگیره. بنابراین دکتر سیبای محترم باید مریض انتوبیشن شوه و میکانیکال ونتیلیشن آماده باشه و بالاخره ایروی کلیر باشه. این در قانون انستیزی، قانون طلایی انستیزی است که همیشه ما باید به حیث یک جراح انستیزیولوژ یا یک شخصی که انستیزی را تطبیق میکنیم این را یاد داشته باشیم. ان شما در تصویبای عزیز که انستیزی لوکال میتین، همیشه کوشش کنیم که حد اقل وایتال مریض چک کنیم، ایروی مریض ببینیم که کلیر باشه، و دومی است که دکتر سیبای محترم آیوی لاین مریض را همیشه باز نگه داریم. در صورت اختلاطات میتونیم که دفعتا آیوی لاینش باز باشه و مداخله کنیم. این هست ده قانون طلایی انستیزی. بعدن دکتر سیبای محترم ما خواهد پری اپراتیف ایوالویشن افیشنت یا ارزیابی قبل از عملیات را خواهم داشته باشیم. تشکر.